میخوام یه حقیقتی برات بگم. میگم برگرد برو دیگه این مرا پیدا نشه. ملتفت شدی یا نه؟ رسول تو را به همون آقا قسمت میدم. الان هم تو رسول نیا اکیه یه پولم کردیه به خاطرش چی بهت نگفتم. برو این خونه یه رسوله. حاجی رو چه بدم خوری با یه آدم لات لاوالی. را تو بکش از همون راه اومده برگرد. حرمت سیاهی حسین دیگه جلو داره رسول بیچاک و دهن نیست. من یه عمری فکر میکردم خادم اون آقاییم که از اول محرم تا آخر سفر به عشقش مجلس گردونی میکنم و از هیچ کاری براش رو گردون نیستم. این وقت صبح اومدی راه ما رو پیشه بذاری جگر این صاحب برده که چی؟ شکستن مهر دهنم باعث شد اون همه سالهای سال نمازم و طاعتم و مهر پیشونیم و همه را به باد بدم رسول. حتی چه خواب پریشون دیدیم وقت صبح میمدیم آنم پریشون میکنیم. این همون رسوله که دیشب از در هیئت درونده شد. در این هیئت اومده داره زار زار گریه میکنه. آقا رسول هیئت بیا ما غلط کردیم. ما کیم تو رو بیرون کنیم؟ بلند شو بیا. آقا رسول که خیلی دیشب بهش برخورده بود خب نه به اون رفتارتون نه به این رفتارتون شما اصلا معلوم از چتونه؟ خب تو کاری نداشته باش تو بلند شو بیا ما یه خوابی دیدیم. بلند شو بیا. خب باید خوابو بهم بگی. خب من نمیخواد خوابو بهت بگم. بلند شو بیا فقط همین. خب تا خوابو نگی نمیام. خوابه نیست یه مقدار تلخ بود نمیخواست بگی. خب ببین راستش اینه من دیشب خواب دیدم خیمه ابا عبدالله حسین تو کربلا تنها برقراره. مردم دارن به سوی این خیمه یورش میبرن میرن جلو یه سگی نمیگذاره کسی بره جلو منم اومدم برم جلو این سگ نذاشت. خوب که چهرهشو نگاه کردم دیدم چهره سگ چهره توه ولی بدنش بدن سگ. گفتم من چیکار دارم نکنه این سیمش وصله. بیا آقا ببخش. میگه تا اینو به آقا رسول گفتم آقا رسول با اون قد و بالا نشست برای اولین بار تو عمرش شروع کرد گریه کردن. گفت یعنی حسین ما رو به عنوان سگ خودش پذیرو. منم رسول گناهکار. توبه توبه توبه. استغفر الله ربي واجب بدن الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعجل فرجه الله صلى الله عليه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عزيز داشتم آقا. بفهم نامه اعمال منه حق الناسه مال بچه محلاس خلو چرخی و رحمان و از خرمونی ها. خودم روم نشد گفتم زحمتش شما بکشین. آقا رسول من نمیدونم چه اتفاقی برای شما افتاده اما راه رسم بندگی همین. انشالله که خدا قبول کن. خدا آخر عاقبت هممونو خطفه بخیر کن انشالله. اللهم صل علی یه رفته بود آقا بالای منبر ماه رمضان ظهر بین دو نماز بعد از نماز ظهر و عصر سخنرانی میکرد. مردم از جهنم و قیامت میترسون. صحرای محشر اینجوری حساب میکشن. خب آدم باید بعضی وقتا بترسه. کسی باید بترسونه آدمو. ای آقا رسول حالا نمیدونم سابقه شو نگاه میکرد انقلابی شد تو دلش. میگه یه دفعه گریه کرد گریه کرد گریه کرد. یه دفعه بلند شد گوهاج آقا اینجوری که شما صحرای محشر و وحشتناک داری نشون میدی حتما ابوالفضل العباس نیستن تو صحرای محشر. مگه آقا میذارن ما رو ببرن؟ مجلس رو به هم زد. میگه تا غروب که افطار شد شروع کرد با ابوالفضل العباس حرف زدن. مردم گریه میکردن. کسی شده بود آقا رسول پسندی
که آتش از دو خاک از در از من.